همتون بازی پاپی پلی تایم رو بازی کردید. احتمالا باید اسم بازی رو به پاپی لس پلی تایم تغییر بدیم. چون از دو فصل گذشته ما کلا حدود 5 دقیقه هم با این شخصیت سپری نکردیم. قسمت‌های قبلی دو مورد از بزرگترین رازهایی که مردم در مورد این آخرین قسمت از اونو میپرسیدن رو شکستیم. اولین مورد کشف هویت واقعی عروسک کوچکمون در اینجا بود. به این نتیجه رسیدیم که پاپی با استفاده از روح و اعضای بدن استلا گریبر کارمند شرکت پلی تایم ساخته شده. با این حال این فصل نشون داد که زمانی مامی لاینکس در دهه 1990 معرفی شد، استلا هنوز زنده بودش. پس پاپی کیه؟ خب معلومه، اون دختر خونده الیوت لودویگ بنیانگذار شرکت پلی تایم هستش. دختری که به طرز غم‌انگیزی در حدود سال 1960 درگذشت. امروز متوجه میشیم که ما در واقع کی هستیم و اسممون چیه. سلام رفقا، من محمد امین از فارسی گیم تیوی هستم. لطفاً از فیلشکن استفاده کنید که تبلیغات حتما نمایش بده. کامنت انگلیسی هم فراموش نکنید، چون تنها راه حمایت از ما همینه. یادتون هم نره که لطفاً ما رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو هم بزنید، اینستاگرام ما رو هم فالو کنید. لینک چنل دوم و سوممون هم داخل دیسکریپشن هست، حتما اونجا رو ساب کنید. حالا بریم سراغ ویدیو. طبق شواهد موجود در بازی، الیوت موفق شد اون رو در داخل عروسک پاپی زنده کنه، ولی مطمئن نبود که چطور این کار رو انجام داده. این منجر به هزاران آزمایش شد که در اون سعی کرد از قدرت گلهای خشخاش برای زنده کردن اسباب بازی ها استفاده کنه. آزمایش 1006 آزمایشی که موفقیت آمیز بودن رو در پیدایش نوع جدیدی از اسباب بازی زنده به نام پروتوتایپ نشون میده. این هیولا نیمی دیگه از نظریه قبلی رو تشکیل میداد. این آزمایشی که به ما گفته میشه از هر آزمایش دیگه در کارخونه هوشمندتر و خطرناکتره. با توجه به اینکه ما با این و این و این مخالف بودیم، باهوشتر بودن اون واقعا برای ما خیلی خوب نیستش. ولی صحبت کردن در مورد این دو تنها به معنای واقعی چیزی که واقعا در شرکت پلی تایم اتفاق میفته. این اسباب بازی زنده از چی ساخته شدن؟ ما در همه اینها کی هستیم؟ آیا این بازی هرگز شبیه فنف خواهد بود یا نه؟ و چرا یه سگ کاترپیلار تا این حد برای ما ناراحت کننده و ترسناکه؟ بسیار خوب، شاید دو مورد آخر نباشه. در پایان اپیزود امروز ما به کشف همه پیچ و خمهایی که پاپی برنامه ریزی کرده بسیار نزدیک میشیم. هشدار اسپویلر، ما ممکنه شرور واقعی کل این روایت باشیم. بیاید از هیولاها شروع کنیم. در ابتدا ما مشکوک بودیم که از گوشت و خون کارمندان سابق برای کمک به ایجاد اسباب بازی‌های استفاده میشه که الان ما رو در اطراف کارخونه تعقیب میکنن. منظورم اینه که به تمام خون این مکان نگاه کنید و معمولاً در کنار یه اسباب بازی شکسته پیدا میشه. به علاوه وقتی هاگی واگی در انتهای فصل اول به داخل تاریکی سقوط میکنه، خونش روی تمام لوله‌هایی که در راه پایین به اونو برخورد میکنن پاشیده میشه. این رو با تئوری ما ترکیب کنید که استلا در داخل پاپی قرار داره و بوم. برای خودتون دستور عملی برای وحشتناک‌ترین برنامه بهداشتی شرکت تا کنون دریافت کردید. با این حال به نظر میرسه فصل 2 ما رو به سمت دیگه ای میکشونه. هنگامی که مامی لانگلیس رو شکست دادید و به ایستگاه بازی برگشتید تا پاپی رو آزاد کنید، میتونید دو یادداشت رو در دو طرف کنترل پنل پیدا کنید. یکی در مورد دانشمندی که از کمبود نور طبیعی در آزمایش شکایت میکنه و اجازه بدید بهتون بگم به عنوان فردی که به معنای واقعی کلمه خودش رو در کمد میبنده تا روی قسمت‌ها کار کنه، کاملا اون هشتگ رو قابل رد میدونم. ولی این دومین نکته ای که میخوام به اون توجه کنیم، لیستی از دستورالعمل‌ها برای کارمندانی که در طبقه ایستگاه بازی کار میکنن. نقل قول: با گزارش دادن به ایستگاه کنترل شروع کنید. همیشه حداقل 20 یارد از مامی فاصله داشته باشید. قطار با بچه‌ها ساعت 8 صبح میرسه. همه بچه‌ها به یک بار داخل ایستگاه بازی جمع میشن. ترتیب بازی‌ها باید حافظه موسیقی، واک واگی و بعدش مجسمه‌ها باشه. یه سری پر و در از ایستگاه کنترل شما رو برای هر بازی راهنمایی میکنه. منظورم این که شما میدونید که همه چیز بسیار ساده است، ولی این آخرین بخشی که در اون حس نظریه پرداز من واقعا شروع به تعریش میکنه. نقل قول دوباره: فقط یک کودک باید در هر زمان بازی رو انجام بده. کودکانی که بازی نمی کنن در ایستگاه بازی منتظر میمونن. تجهیزات زمین بازی برای سرگرم کردن اونا وجود داره. عملکرد هر کودک رو همونطور که مربوط به هر بازی ثبت کنید. حافظه موسیقی، آرامش، حافظه، تشخیص الگو.
واک واکی، هماهنگی دست، چشم و زمان واکنش، مجسمه‌ها، چابکی، قدرت و سرعت. هنگامی که کودکان برای یه روز رفتن به ایستگاه کنترل برگردید، همه گزارشات رو به خانم استلا گریبل بدید تا مرتبشون کنه. بچه‌ها فقط بازی قدیمی رو انجام نمیدادن. این بازی‌ها به طور خاص برای آزمایش کودکان و نظارت بر مهارت‌های اونا طراحی شدن و این همه چیز نیستش. وقتی از بازی مجسمه‌ها خارج میشید، در واقع میتونید دو مورد از این گزارش‌ها رو در داخل اتاق پیدا کنید که به نام کودکی به نام میشلا هیسوب هستش. هر ناظر توضیح میده که میشلا در هر کار چگونه عمل کرده. نقل قول: او درک خوبی از مفهوم و عملکرد مناسب داره، ولی میشلا در چندین الگوی رنگی خودش اشتباه کردش. وضعیت اون به من نشون میده که هر زمان که یه الگوی رنگی نادرست دریافت میکنه، شروع به پنیک و پرخاشگری میکنه. در تلاش دوم خودش پیشرفته قابل توجهی داشت. باز هم نقل قول: میشلا بسیار دقیق و سریعه، اشتباهات کمی انجام شد. شما در واقع میتونید این پیشرفت رو در نمراتون مشاهده کنید که از 3-3-1 به 4-3-4 میرسه. با این حال به اونچه درست در بالای صفحه نوشته شده توجه کنید. در زیر نام کودک و نام ناظر عنوان دیگه هستش، یه اسباب بازی. برای میشلا گربه کندیکت بود. حالا چرا باید یه اسباب بازی خاص به هر کودک اختصاص بدن؟ مگه اینکه برای هدفی فراتبی، مثلا تبدیل کردن کودک به اون اسباب بازی، به اون کودک نیاز داشته باشید تا ارتباط عمیقی با اسباب بازی داشته باشه؟ مطمئنا شبیه چیزی که در یک بازی ترسناک مستقل اتفاق میفته و در ابتدای فصل به این موضوع نگاه کنید. ما این یادداشت رو در دفتر الیو لودویک پیدا میکنیم که در مورد آزمایش‌های او با موش‌های مرده و استفاده از گل خشخاش برای تلاش و احیای اونا صحبت میکنه. طبق سند کار نکرد. ما در مورد تمام قسمت آخر صحبت کردیم. چیزی که ما در قسمت گذشته به اون اشاره نکردیم این بود که در پایان یادداشت الیوت ما رو با این فکر رها میکنه. نقل قول: شاید چیزی بزرگتر از یه موش نتایج متفاوتی به همراه داشته باشه و ناگهان همه چیز با آزمایش بچه‌ها هماهنگ شدش. به اونا یه اسباب بازی اختصاص داده شد. این به نفع خودشون نیستش، بلکه برای ارائه سوژه‌های بزرگتر برای آزمایش‌های الیوت هستش. او کارمندانش رو در اسباب بازی قرار نمیده تا اونا رو زنده کنه. اون از کودکان استفاده میکنه. در ابتدای مجسمه، قبل از اینکه ما حتی هر یک از این کاغذهای تست کودک رو ببینیم، مامی یه تکگویی کوچیک درباره اینکه چرا سعی داره ما رو بکشه به ما میگه. اونا مرا مامی صدا زدن چون من نزدیکترین چیزی بودم که اونا تا به حال داشتن. خیلی خوب، فکر میکنم اونا تو رو مامی صدا کردن چون به معنای واقعی کلمه اسم اسباب بازی تو هستش. ما تبلیغات رو در همون ابتدای فصل میبینیم. تو همچنین کل بازی رو صرف صحبت در مورد خودت به صورت سوم شخص کردی. بنابراین هیچ کدوم از اینا نباید برای شما شوکه کننده باشه، ولی میدونه که اونم احتمالاً درست میگه. اگه این عنکبوت صورتی درخشنده نزدیکترین چیزی که بچه‌ها به مادر دارن، بله، به احتمال زیاد اونا بدون پدر و مادر بزرگ شدن. این همچنین مستقیما با پوسترهایی که در سرتاسر کارخونه می‌بینیم هماهنگه. پوسترهایی که به صراحت در مورد برنامه فرزندخوانگی شرکت پلی‌تایم برای کودکان یتیم صحبت می‌کنن. در فصل دوم نقل قول میگه شرکت پلی‌تایم دارای برنامه آموزشی پیشرفته برای همه کودکان یتیمه. این کودکان تحت آزمایشات یتیمان هستند. به همین دلیلی که علی‌رغم وجود صدها آزمایش واقعی، توجه داشته باشید که اعداد آزمایش از 800 تا هزاران گزارش هیچ کودک گمشده تا الان ثبت نشده. این همچنین برای تعداد معینی از صفحه‌های مرگ بازی صدق میکنه. هیچ کس با انتخاب خودش اینجا نیست. این بچه‌ها انتخاب نکردن که اینجا باشن. توسط شرکت به فرزندی قبول شن یا تبدیل به اسباب بازی شن و من مطمئنم که در این مرحله همه اونا به خوبی از سرنوشتی که بدتر از مرگه، مثل اونچه در صفحه مرگ دیگری میبینیم، خبر دارن. من متقاعد شدم که این صفحه های مرگ پاپیه که با ما صحبت میکنه. در پایین فصل میگه که برای ما نقشه‌ای داره و از فرار ما در قطار جلوگیری میکنه. این کاملا با صفحه های مرگ مطابقت داره. میتونید بعدن ببینید. این درباره تو نیست و من هنوز برای شما برنامه‌هایی دارم. با این حال فصل دو مکانیک جدیدی در صفحه نمایش مک معرفی می‌کنه. می‌بینید در حالی که اونهایی که قبلا ذکر کردم همه با فلش سفید به پایان می‌رسن، موارد دیگه هم هستن با یک صفحه قرمز شوم به پایان می‌رسن. در یکی از اون صفحات قرمز حتی یک کد مخفی مثل اون چه در فصل اول داشتیم هم وجود داره. من حدس می‌زنم این فقط کاریه که الان انجام میدن. آخرین باری که کد رمزگشایی کردیم تا عبارت رو به ما بده، بمون اونا به کمک ما نیاز دارن.
خوشبختانه نسخه جدید در فصل 2 از چند کلمه مشابه استفاده میکنه. در واقع اولین کلمه در این کد جدید دقیقا مشابه یکی از کدهای دیگه است. اونا و به دنبال اون یه آپاستروف و دو حرف دیگه که دومی هم یه حرف ای هستش. بنابراین این کاملا واضحه که اونا هستش. دو کلمه بعدی کمی پیچیده تر میشن چون حاوی حروفی هستن که قبلا ندیده بودیم، ولی بعد از کمی تجزیه و تحلیل و آزمون و خطا میخونیم اونا فقط گرسنه هستن. این به خودی خود چیز جدیدی رو به ما نمیگه، ولی وقتی شروع به ترکیب اون با سایر پیام‌های صفحه قرمز می‌کنید، شروع به ترسیم تصویر بزرگتری می‌کنه. نمونه اولیه ما رو نجات داده. اون فوق‌العاده نیستش، اون سخاوتمنده. این یه قرنطینه اضطراریه. نوآوری کلیده. ممکنه مرگ رو فراموش کنیم. این دیگه پاپی نیست که با ما صحبت می‌کنه. او از ایجاد این هیولاها با استفاده از سوژه‌های آزمایشی انسانی وحشت زده است. او از اون چه در کارخونه می‌گذره خوشش نمیاد. این هم پیام‌های شخصی دیگه‌ایه. کسی که انقدر در مورد غلبه بر مگ وسواس داره که نمیتونه با آزمایشی خودش این مسئله رو پشت سر بذاره. اونا فقط گرسنه هستن. این احساس بهونه یکی از اون والدینه که معتقدن فرزندشون هیچ اشتباهی نمی‌کنه. ولی شما می‌دونید در مورد هیولای غول‌پیکر انسان خوار صحبت می‌کنن. این پیام‌ها باید از طرف خود الیوت باشه. مردی که بعد از مرگ دخترش از جون دل برای ایجاد امپراتوری اسباب‌بازی‌هاش گذاشت، یا یکی از کارمندانی که انقدر به این امر اعتقاد داشتن که حاضر بودن بچه‌های یتیم رو قربانی کنن تا راه حل اصلی رو پیدا کنن. ولی چرا؟ ما چرا وقتی میمیریم این همه در گوشمون صحبت میکنن؟ در واقع چرا در وهله اول انقدر احساس میکردیم که مجبور بودیم به کارخونه برگردیم؟ میدونم که یادداشتی برای خودمون دریافت کردیم میگه افراد گم شده هنوز اینجا هستن، ولی متقاعد نشدیم که زندگی خودمون رو در کارخونه به خطر بندازیم که در اون افراد به طور مرموزی 10 سال پیش ناپدید شدن. و زمانی که هایی غول‌پیکر به طور ناگهانی از کانال اصلی فصل اول گم شد، بیشتر مردم مستقیما از اونجا بیرون خواهند رفت، ولی در اینجا ما با هیولاها روبرو هستیم که برای زندگی خود میجنگیم و مصمم هستیم که این چیز رو از بین ببریم. چرا؟ اینجا ما در فصل 2 هستیم و مامی این رو میگه. But you worked here. So if anyone deserves to die alone, it's you. اون از کجا میدونه که ما اینجا کار میکردیم؟ مگه اینکه ما رو بشناسه؟ ما به لطف نوارهای افرادی مثل مارکوس برکلی میدونیم که اکثر کارمندان از اینکه کارخونه در حال ساخت این اسباب‌بازی‌های زنده غول‌پیکره آگاه نبودن. I took a peek beneath the gauge. And some massive bloody thing was dithering about the bloody hallway. Thing? You're sure it wasn't a person? Ain't no person that's 50 feet long with 1,000 legs. Marcus, you're losing me. Maybe you just saw a bunch of people walking by. Look, it wasn't people, alright? I haven't a bloody notion what it was, but it wasn't human. به علاوه در جلوی خروجی اضطراری که پس از سقوط از دریچه میبینید، یادداشتی از ادی ام ان ریدرمن وجود داره که این موضوع رو تایید میکنه. نقل قول: این پروژه فقط باید توسط افراد واجد شرایط در وارن باک و افراد واجد شرایط در اینجا در پلی تایم هستن در میان گذاشته بشه. فوراً اون رو به مراقبت‌های امنیتی بالا منتقل کنید. شرطی سازی میتونه آغاز شه. ما همچنین در مورد درمان‌های سرکوب از نوار VHS در مورد 1006 میشنویم. ولی همونطور که میدونیم در بازی‌های ترسناک مستقل شرطی سازی هرگز فرآیند بدون درد نیستش. بیاید کودک رو با یه شوک کنترل شده تشویق کنیم تا شاد بشه. اگه مامی توسط این افراد شرطی میشد، منطقی بود که اون احساس میکنه ما شایسته تنها مردن هستیم. مطمئن نیستم که خیلی خوشحال بشم که شکنجه‌گرم رو دوباره زنده ببینم. بنابراین اگه ما فقط یه کارمند در کارخونه نیستیم، آیا دانشمند هستیم؟ یکی از بسیاری از افرادی که روی آزمایشا کار میکنن، نه. و ما این رو بر اساس این اتاق میدونیم. درست بعد از تعقیب مامی و پاپی در یه سوراخ غول‌پیکر در یه سرسره لوله‌ای سر می‌خورید. اگه به اطراف بچرخید، خواهید دید که این اتاق در واقع تعداد سرسره در هر کدوم با نام یکی از اعضای رده بالای پلی تایم داره. شرکت ذکر شده در بالا. ما به تازگی از اسلاید بیرون اومدیم و نام الیو لودویک بالای اون بود که از قبل میدونیم بنیانگذار و مدیر عامل و سازنده هستش. اسلایدهای دیگه دارای نامهای لیسپیر، ادی ام ان آر و استلا گریبر هستش. ما اولین بار در همون ابتدای اول فصل با لیسپیر آشنا شدیم. Hi, my name is Lakepierre and I'm the head of innovation here at the Playtime Co. Toy Factory. ما همچنین صدای لیست رو به عنوان فردی که با مارکوس مصاحبه میکنه میشنویم. What happened? You see, I was heading home for the day. حالا اونچه مارکوس گفت ممکنه بی‌اهمیت به نظر برسه، ولی اینطور نیستش.
قبل از پریدن به سوراخ بعد از مامی و پاپی، اگه به اطراف نگاه کنید میتونید 5 راه رو ببینید که به گوشه‌های مختلف کارخونه منتهی میشن، مثل ایستگاه بازی و نوآوری. 5 سوسوره، 5 گوشه مختلف به کارخونه. بنابراین اگه این واقعا یه نقطه مرکزیه که به تمام گوشه‌های مختلف منتهی میشه و همه سوسوره از دفاتر اعضای عالی رتبه خارج میشن، منطقیه که هر نام با گوشه متفاوتی از کارخونه مرتبطه. به عنوان مثال یکی از گوشه‌ها دارای برچسب مکان بازیه که بسیار شبیه به جایی که فصل 3 اتفاق میفته. ما میدونیم که اصطلاح فردی با قدرت در پلی تایمه، چون اون مسئول مرتب کردن تمام نمرات آزمون بچه های یتیم بود و بنابراین کسیه که تصمیم میگیره کدوم بچه ها در قطار به سمت ایستگاه بعدی پلیکر حرکت کنن، جایی که اون میتونست روند آزمایش رو زیر نظر بگیره و شروع کنه. و همونطور که صدای اصطلاح در ایستگاه بازی شنیده میشه، باعث میشه من مشکوکم که اصطلاح مسئول تمام عناصر بازی هستش. بنابراین مکان بازی احتمالاً زیر نظارت اون هستش. این ما رو با دو گوشه تنها میذاره. تحقیق درباره ادی امنار کمی سخته، چون ما تنها یه نامه از اون داشتیم، ولی یادداشتمون به ایجاد آزمایشگاهی اشاره داره که این آزمایش‌ها در اون انجام میشن. بنابراین منطقی تره که اون رئیس تحقیقات یا عنوان مشابهی باشه که ما رو به سمت تولید میذاره و میبینید که ما به اینجا وارد میشیم. میبینید که 4 سرسره با نامهایی وجود داره که قبلا ذکر کردیم، ولی یه سرسره دیگه در گوشه سمت راست در سایه پنهان شده. من شک دارم که این سرسره ما باشه. کسی که در شرکت به اندازه کافی بالاست که از وضعیت آگاه باشه، کسی که به اندازه کافی مهمه که مامیون رو بشناسه، کسی که به اندازه کافی عنوان بالایی داره که سرسره توی خودش رو داره. ما رئیس تولید هستیم. ما کسی هستیم که این اسباب بازی ها رو کنار هم قرار میدیم. با استفاده از بچه های در ایستگاه بازی و زمانی که اسباب بازی ها خراب شده و نیاز به نوسازی دارن، اونا بلا فاصله به تولید ارسال میشن تا ما محصول معیوب رو تعمیر کنیم. به همین دلیل که ما اینجا هستیم. این تنها گوشه کارخونه است که بی هیچ اطلاعی بوده و نقشه ما رو در روایت توضیح میده. توضیح میده که چرا مامی ما رو میشناسه و چرا ما برگشتیم تا گناهانمون رو پاک کنیم یا کل مکان رو بسوزونیم تا هیچ کس نفهمه ما اینجا چی کار میکردیم. این پایان کار نیستش. اگرچه اگه من درست میگم و قرار این سرسره ما باشه، در واقع به ما یه نام داده شده. من اشاره کردم که سرسره پنجم بالای اون اسمی نداره، ولی به نظر میرسه که حروف علامت روی زمین وجود داره. JAHYEONBAIM. حالا اسما سخت هستن، کلمات عادی نیستن. از نظر فنی این اسم میتونه هر چیزی باشه و مطمئنا نمیتونید اون رو به یک کلمه در اسکرمبل متصل کنید تا اون رو برای شما حل کنه. برخی از حروف اول یا سندی که فقط نام یا نام خانوادگی ضمیمه شده، ولی تا الان چیزی وجود نداره. با این حال من به چند تا احتمال رسیدم، چیزهایی مثل بنجامین یو، بنجامین هوی یا جو بوهامین. نمیشه گفت که اونا چیز قطعی هستن. با این حال یکی بود که از بقیه متمایز بود، یکی که به نظر میرسید با دنیای این بازی و با نامهای دیگه شخصیت ها مطابقت داره. خانم و آقایان، پیشبینی ما اینه که نام شخصیت ما اینه: جیمی بی هانی. به نظر میرسه که در یک کارخونه اسباب بازی سازی مچ بشه، اینطور نیستش؟ ما جیمی بیهانی رئیس تولید هستیم که به کارخونه برمیگردیم تا تمام اشتباهاتمون و همکارانمون در تمام سالها رو مرتکب شدیم جبران کنیم، یا ما سعی میکنیم مطمئن بشیم که همه چیز سوخته میشه. ما برای تولید این اسباب بازی های زنده از نقشه های اصلی بودیم و اونا رو از پلاستیک و خز معمولی به کابوس های جهنمی تبدیل کردیم و فصل‌های آینده هیولاهای بیشتری رو نشون میدن و شاید این واقعیت رو تایید کنه که در این داستان انسان‌ها هیولاهای واقعی بودن. خب رفقا، ازتون ممنونیم که این ویدیو رو تا انتها تماشا کردید. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید تا در آینده ویدیوهای بیشتری تولید کنیم. تا ویدیوی بعدی، روز و شب خوبی داشته باشید.